هانگ شخصیتیه که داریم میبینیم که یه مدتی که حرف ازش زیاد شده به خاطر اینکه هم قراره توی فیلم انتمن باشه، هم قراره که توی اونجر باشه و میدونیم که یه کاراکتر مهمی برای دنیای مارول قراره توی این فاز جدیدش باشه. و از طرف دیگه خب اونو توی لوکی هم دیدیمش، ولی خب زیاد در موردش به ما توضیح ندادن و حرفی هم در موردش نزدن. البته خب توی ویدیوهایی که خودمون درست کردیم یه چند تا نکته در موردش گفتیم، چه ویدیوهایی که حالا من درست کردم، چه ویدیوهایی که بچه‌هایی که دارن توی این زمینه کار میکنن اومدن در موردش صحبت کردن و یه سری چیزا رو گفتن و یه تاریخچه ازش گفتن، اصلا گفتن قدرتش چجوری و چه کارهایی میتونه انجام بده. ولی تو این ویدیو میخوام در مورد یه چند تا نکته مهم باهاتون صحبت بکنم و یه چند تا نکته مهم ازش بهتون بگم که شاید در موردش ندونید یا از طرف دیگه اگه طرفدار کمیک باشید اینا رو توی کمیکا خوندی. پس بهتر که تا انتهای ویدیو همراه من بیایید تا این چند تا نکته رو با هم دیگه یه دوره‌ای بکنیم و ببینیم که داستان چه قراره. و همونطور که میدونی من شاهینم و از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم و یاد نره که حتما کانال ساب داشته باشی و زنگولی نوتیف هم روشنش بکنی، اینطوری میتونی به محتوای جدیدی که میسازم خیلی راحت دسترسی داشته باشی و بیای محتوای جدید تماشا بکنی. خب حالا که این کارا رو کردی بزن بریم. ما اینو میدونیم که کان یکی از خفن‌ترین مسافرهای زمانه و میتونه خیلی راحت تو زمانهای مختلف جابجا بشه و اون از قرن سیوم بوده و این کار انجام میداده و خب این چیزیه که در موردش مطمئنن اطلاعات داشتید از قبلا. ولی نکته مهمی که وجود داره اینه که چرا اصلا به خودش میگه فاتح؟ چرا خودشو یه فتح کننده بزرگ میدونه؟ علتش به خاطر اینه که اون توی دوره‌های مختلف تاریخی بوده، اصلا یکی از مهمترین شخصیتایی که اون داشته توی مصر باستان بوده که رماتاد بوده و خب میدونیم که اون نقش خیلی مهمی هم تو اون دوره مصر داشته و از طرف دیگه اون توی قرن‌های مختلف دیگه هم وجود داشته، یعنی هر بار توی قرن‌های مختلف بوده و چند تا نسخه از خودش همیشه داشته و اینطوریه که تو اون قرن‌های مختلف اونجا رو هی فتح می‌کرده، به خاطر همین به خودش لقب فاتح رو داده، به خاطر اینکه تونسته توی زمانهای مختلف همیشه همه جا رو فتح بکنه و همیشه پیروز ماجرا باشه. البته همیشه نه. نکته بعدی که میخوام در موردش بهتون بگم اینه که شاید اصلا باورتون نشه، یه طوری اصلا بهش فکرم نکرده باشید، ولی خب کانگ هم جزء شخصیتاییه که توی یه دوره تاریخی عاشقم شده بوده و اون عاشق یه کاراکتری شده به اسم راوانا. و نکته که در موردش وجود داره چیه؟ توی یه حادثه و شورشی که اتفاق میفته و اطرافیان اون میان سعی میکنن تا کانگو بکشن، این کاراکتر میپره جلوی اونو کشته میشه. حالا چرا این اتفاقات میفته؟ یه دوره‌ای بوده یه سری شورشی وجود داشتن، یعنی میمدن حمله میکنن به کانگو، میخواستن یه طوری مثلا امپراتوری اونو بزنن زمین. یکی از اون شورشی ها همین راوانا بوده و خب یه طورای کانگ هم بهش یه سری احساساتی پیدا میکنه، ولی خب اینا رو که میگیرن زندانی میکنن، اطرافیانش میان بهش میگن که باید اینا رو اعدام بکنی. کانگ هم اونجایی که از این خوشش اومده بوده دلش نمیاد که این کار انجام بده، به خاطر این اطرافیان خودش اون فرماندهی که داشته میان یه شورش بزرگتری انجام میدن که بیان دخل کانگو بیارن و وسط هم یه تیری شلیک میکنن و این بنده خدا میپره جلو، تیر میخوره و کشته میشه. و اینطوریه که برای اولین بار توی زندگی کانگ اتفاقی که میفته، اون بجز این که بخواد یه جایی رو فتح بکنه و دنبال جنگیدن باشه، یه بارم توی زندگی خودش اینطوری عاشق شده و عشق خوش از دست داده. حالا توی یه دوره تاریخی هم اصلا بوده که کانگ آخر سر به یه جاودانگی میرسه و اصلا جاودانه میشه. حالا چرا این اتفاق میفته؟ اون همیشه در حال جنگیدن و فتح کردن و سفر در زمان و این داستانا بوده و آخر سر دیگه خسته میشه، میگه بابا تا کی من میخوام این کارا رو انجام بدم. بعدش میاد خودش رو شکل یه آواتاری در میاره که به همون تانک کیپرام معروفه و یه طورایی میادش اونجا وای میسه توی جدولای زمانی مختلف و یه نظارتی روی اونجا میذاره تا کسی مثل خودش نیاد و اونجا وارد نشه و بخواد جدول زمانی ها رو به هم بریزه. ولی خب نکته که وجود داره اینه که او خودش هم میدونه که همیشه یه نسخه از خودش وجود داره که میاد بخواد این جدول ها رو به هم بریزه و همین اتفاق هم براش میفته و اون با اون طرف درگیر میشه. حتی یه جایی هم هستش که به کمک اونجر میاد و تا بتونه جلوی خودشو بگیره که این جدول زمانی خراب نکنه، همه چی به هم نریزه. و اینطوریه که اون وقتی به اون حالت جاودانه میرسه دیگه اصلا کاراکتر شروری به حساب نمیاد.
نکته بعدی که در موردش وجود داره اینه که تا حالا اسم اسکارلت سنتوریون رو خب شما شنیدید بارها، ولی خب یه نکته که در موردش وجود داره اینه که اصلا این کاراکتر در ابتدا اصلا خودش بوده، میادش میره به گذشته نگاه میکنه و یه طوره به دکتر دوم نگاه میکنه و از اینا همه الهام میگیره، یه لباس جدید و یه کاراکتر جدیدی برای خودش درست میکنه که به این اسم معروف میشه. ولی خب جلوتر توی داستانا پسر اون یعنی مارکوس میاد و این لقب رو برای خودش میگیره و با استفاده از این اسم و این مدل لباس توی داستانای کمیکی جلو میره. نکته دیگه که در موردش وجود داره اینه که وقتی که ما میگیم قدرت سفر در زمان، خیلی قدرت خفن و یه طورای خاصیه، به خاطر اینه که اون حتی توی یه دوره تاریخی میاد میره و اون دوقلوهای آخر زمانی رو یه طورای ورم داره برای خودش تا ازشون استفاده بکنه و اصلا اونه که اونا رو بزرگشون میکنه. این اتفاق وقتی میفته که اون نگاه میکنه میبینه که اونا قراره به وجود بیان و به دنیا بیان و این صحبتو میره اونا رو میدوزه و میاره پیش خودش، اونا رو بزرگ میکنه تا بتونه ازشون استفاده بکنه برای اینکه حکومت خودش رو قدرتمندتر بکنه و بتونه پادشاهی بهتری بکنه. خب البته جلوتر اون دوقلوها وقتی که بزرگ میشن دستشون فرار میکنن و میرن سعی میکنن تا حکومت خودشون رو به وجود بیارن. نکته بعدی که در مورد کانگ وجود داره جایی که اون میادش و از سنگ واقعیت استفاده میکنه، یعنی یه دوره‌ای بوده که اون اتفاقاتی که داشته میافتاده برعکس این چیزی که ما دیدیم، یعنی مثلا تانوس نبوده که بخواد حمله بکنه و اون سنگ رو استفاده بکنه و این بار ریکویم بوده که ریکویم هم همون درس گاموراس که اسم دیگه شه، اون میادش و این کار رو انجام میده. حالا کاری که میکنه چیه؟ اون نمیاد نصف جمعیت از اون بر رو داغونشون بکنه، اون به جاش میاد کاراکترها رو با همدیگه قاطی میکنه و ترکیبشون میکنه. این وسط که داره این کار رو انجام میده تنها کاراکتری که این اتفاق براش نمیفته لوکیه. لوکی ترکیب نمیشه و نمیتونه کاری باهاش بکنه، به خاطر همین لوکی میره و میگرده دنبال این که ببینه چه خبره، چه داستانی اتفاق افتاده. اون وسط میرسه به یک کاراکتری به اسم کامالا کانگ که ترکیبی از کانگ بوده و در کنارش هم میز مارول که این دوتا رفته بودن تو همدیگه و این همچین کاراکتری به وجود اومد و خب لوکی با اونا ارتباط برقرار میکنه، کمک میکنه و اینو بالاخره همدیگه جدا میشن و اینجاست که کانگ میاد از سنگ واقعیت استفاده میکنه. و وقتی هم که داره این قدرت رو استفاده میکنه، قدرت اون خب قبلش خیلی زیاد بوده، از اونجا و قدرتش زیادتر هم میشه، یه طورای 4 برابر قدرت قدیم خودش میشه و تبدیل میشه به یکی از نسخه های قدرتمندی که از کانگ وجود داره. حالا نکته آخر و جالبتر از همه شونو میخوام بهتون بگم که خیلی نکته جالبیه، اسم واقعی کانگ ناتانیل ریچاردزه. خب این اسم شما رو یاد کسی نمیندازه، اگه یه مقدار دقت بکنید متوجه میشید که این اسم دقیقاً شبیه به کاراکتریه که ما خیلی خوب میشناسیم و باهوش‌ترین آدم روی کره زمینه و اونم کسی نیست جز رید ریچاردز. و خب کاراکتری که ما میدونیمش یه طورایی میشه گفتش که کانگ از نوادگان رید ریچاردز باید باشه، ولی این حرفی که دارم میزنم تا الان تایید نشده، کسی در موردش صحبت نکرده به هیچ عنوان که بگه آره اینا همینطوری هن و 100% تایید شده است و خب مارولی همچین چیزی تا الان تایید نکرده. ولی نکته‌ای که در موردش وجود داره اینه که اصلا کان یکی از شخصیت‌های شروریه که روبروی فورفانتاسی بارها قرار گرفته و با اونو مبارزه کرده. حتی یه نظریه دیگه‌ای وجود داره که میگن احتمال داره اون یه ارتباط خونی حتی با دکتر دوم هم داشته باشه، یعنی هم یه ارتباط خونی با اونا داره هم یه ارتباط خونی با دکتر دوم داره. و این نکته‌ایه که تا الان به هیچ عنوان تایید نشده از طرف مارول، ولی چون ما میدونیم که توی فاز 6 قراره که فور فانتاستیک رو داشته باشیم و از طرف دیگه قرار اونجری رو ببینیم که با داستانی همراه میشه که اصلا اصلش برای کانگه و کانگ هم وارد دنیای MCU و سینمای مارول شده، یه طورایی این امکان وجود داره که تا این فاصله زمانی که بخوایم برسیم به اون تاریخ که این فیلم بخوان پخش بشن شاید کمیکی ساخته بشه و یه طورایی این قضیه رو بیان تایید بکنن و حتی تو اون فیلم هم بیاد این قضیه تایید بشه. و اگه این اتفاق بیفته یه بمب بزرگ و یه حرکت خیلی بزرگیه که توی دنیای مارول اتفاق افتاده و مطمئنن هیجان این داستان رو خیلی بیشتر از این حرفا میکنه و باید ببینیم که قرار مارول چه کاریه تو این راستا انجام بده.
خب اینم یه چند تا نکته مهم و جالب در مورد کانگ. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. سعی کنم یه چند تا نکته مهم رو در موردش بهتون بگم، مخصوصا این نکته آخری که گفتم جزو نکات خیلی مهمیه که اگه تایید بشه و بگه مارول که همچین اتفاق قراره بیفته و اصلا همچین چیزی وجود داره، واقعا قرار حسابی اتفاقات عجیب و غریبی تو این داستانی که ما داریم پیش بیادش و حسابی دیدنی تر میشه. خب امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشی. حتما یاد باشه که یه لایک به ویدیو بدی، کانال ساب بکنی و زنگولی نوتیف هم حتما روشنش بکنی. و خب من ویدیو بررسی سریال هاوس آف دراگون رو آماده کردم براتون گوشتم اینجا. اگه طرفدار گیم آف ترونز بودی الان داری این اسپین‌آف رو نگاه میکنی، کلیک کن روی این ویدیو، برو این ویدیو رو نگاه کن. امیدوارم که از دیدنش لذت ببری. و ابتداش هم اومدم یه چند تا از نقدای قشنگی که منتقدین داشتن و یه نگاهی بهشون انداختم و واقعا شاهکار این منتقدین و آدم نمیدونه چی بگه. فکر کنم منتقدین زیر 12 سال انتخاب میکنم برای این فیلم تا نقدش بکنه. و در کل که امیدوارم از دیدنش لذت ببری و دیگه حرفی هم نمیمونه تا ویدیو بعد. بدرود.